الهی به امید تو سلام بر شما به خبر شش خوش آمده امروز جمعه برابر است با سزده همه دلو سال 1402 هجری خورشیدی در آغاز سرخط خبرها بررسی احتمال بازگشایی کنسلگری آمریکا در افغانستان بر بنیاد یک سند راهبردی وزارت خارجه آمریکا واشنگتن به نظر داشته برسمیه شناسی امارات اسلامی بر ایجاد روابط با طالبان تکید ورزیده است د دې کنسولګری اساسیه د افغانستان او امریکایانو چې په افغانستان کې باندې د وروغي غموخوي او دغه پیسی چې افغانستان د لونزی په دی باندې هم یو څنځه راټ تلاش های ملل متحد برای معرفی نماینده ویژهش به افغانستان در خبرنامه این شورا آمده است که در این نشست در کنار مسائل دیگر درباره گماشتن یک نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان گفتگو خواهد شد ارتباط افغانستان با جهان و حتی ارتباط رژیم با ها از رای همین نماینده ویژه صورت گرفته میتونه و یک روز امکان دارد برای رسمیت شناختن افغانستان رد گزارش سیگر در بخش امنیتی از سوی امارت اسلامی امارت اسلامی گزارش سیگر درباره حضور دوباره القاعده در خاک افغانستان را رد میکنه. هیچ از مربوط که الکده در افغانستان وجود نداره و نه هم افغانستان افغانستان اجازه اتفاق افغانستان در جهت استفاده صورت بگرد این مورد پروپاگند و شایعات که پخش بشه به افزایش داد و ستد میان افغانستان و کشورهای آسیای میانه و به جهان آمدن بیست هزار نوزاد از آغاز جنگ حماس و اسرائیل در نوار غزه مشروع خبرهای ساعت شش از تلو و تلو نیوز با مرسب قصده ایالات متحده آمریکا بازگشایی کنسولگریش در افغانستان را بررسی می کند. بر بنیاد یک سند راهبردی وزارت خارجه آمریکا واشنگتن به نظر داشته بر رسمی شناسی امارات اسلامی بر ایجاد روابط با طالبان تاکید ورزیده است در این سند همچنان آمده است که ایالات متحده به گفتگوهایش با طالبان درباره حقوق بنیادی مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران ادامه خواهد داد در این میان امارات اسلامی در حالی احتمال بازگشایی کنسولگری آمریکا در افغانستان را می ستاید از تأمین امنیت نهادهای دیپلماتیک در کشور نیز اطمینان می دهد. گزارش از میترا مجیدی وزارت خارجه ایالات متحده با پخش یک سند راهبردی درباره افغانستان گفته است که امکان بازگوشه کنسولگریش در افغانستان را بررسی می کند. بر بنیاد این سند ایالات متحده بی به رسمیت شناسی امارت اسلامی بر ایجاد روابط با طالبان تاکید ورزیده است. در امریکا در خارجه وزارت به یو سند که در اغیلی دی چه امریکا پر غور کوي چه با افغانستان که پرتل دیچ طالبان پرسمیت رسمیت و خ په اقونسلګری په کابل کې خلاص وکم د دې اقونسلګری اساسي هدف پدایي چې د حقوق امریکایانو چې په افغانستان کې بنځان دي ده د حقوقي غموخ لري او افغانستان ته ورزی پر هم یو څه نظارت در این سند راهبردی زیر نام استراتیژی یک پارچه افغانستان همچنان آمده است که یالات متحده به گفتگوها درباره حقوق بنیادی مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران ادامه خواهد داد اهداف یالات متحده در این استراتژیش استوار بر پیکار با حراس افغانی ارتباط محلی کمک اقتصادی خدمات قنصلی به شهروندان امریکایی در داخل افغانستان رهایی زندانیان از بازداشت و دفاع از حقوق بنیادی مردم افغانستان افغان په ویجه د ښځو لپاره افغان است این سند 22 صفحې در 21 اپټوبر سال گذشته میلادي تایید شده اما اكنون سوي وزارت خارجې امریکا همګني شده است د از دا امریکا د برنه چار وزارت اعلان کړي چې طالبان نړیوال پیشنهادونه د اقو بشر صحي کوم انده تکراري خبره ده دا, خبر دا, دا مشه قدیم کې نړیوالو کوي اطلاعاته ورانه خواسته هم ده خدای چې غوړ په دی وخت او زبان کې ډیپلوماټیکاری کې جوړ کې د کنسول په کچ شومم دي راسې دا چین په ځواب که دا کار ته کوي او غواړي چې دلته د خپل با این حال امارت اسلامی احتمال بازگوشه کنسلگری امریکا در افغانستان را گام مهم خوانده و از تامین امنیت کنسلگری امریکا در افغانستان اطمینان نیز می ګام گام خوب است که برداشته شود چون در وجود تماس دیپلماتیک و روزانه های افهام و تفهیم بیشتر میشه جلوی سوی تفاهمات گرفته و هر دو جهت تعامل مثبت این سند در حال به با احتمال بازگوشه قنسلگری آمریکا در افغانستان پرداخته که پیش از این ایالات متحده از شهروندانش خواسته بود که از سفر به افغانستان به علت فال نبودن سفارتخانه ها و قنسلگری هایش در افغانستان تهدیدهای امنیتی و احتمال بازداشت آنان خودداری کنند همزمان با این وزارت خارجه آمریکا بار دیگر از حکومت سرپرست می خواهد تا گام های برای برسمی شناخته شدن از سوی جهان بردارد. سخنگوی این وزارت از آنچه که سرکوب آوازهای مشروع مردم افغانستان خوانده انتقاد کرده و افزوده است که طالبان باید به آزادی بیان متحد بمانند. اما امارت اسلامی می گوید که تمامی شرایط برسمی شناسی را تکمیل کرده و جهان باید امارت اسلامی را برسمیت بشناسد. فاطمه ادیب گزارش مدهد در ادامه خاص کشورها از بحر پابند ماندن حکومت سرپرست به تعهداتش وزارت خارجه امریکا بار دیگر از امارت اسلامی می خواهد که گام های را برای برسمت شناخته شدن از جهان بردارد. ما به درخواست به طالبان ادامه می دهیم تا گام های را برای کسب مشروعیت بین المللی کسب کنند و به سرکوب بیشتر گفته های مشروع مردم خود پایان دهند و این کار است که ما انجام داده ایم و به آن ادامه خواهیم داد. از سوی هم امارات اسلامی میگوید که آنان به تمامی تعهداتش در برابر جامعه جهانی پابندند و آنچه را با جهان تعهد کردند عملی ساختند. امارات اسلامی افغانستان برای حقوق مردم با همچنان اصول بنلی پایبند بوده و هست او حدی که یک کشور به رسمیت شناخته میشود و شرایط داره و شرایط را فراهم کرده. متاسفانه بعد از کشورها خواسته های شخصی و سیاسی خود را به نهای استفاده میکنند و تلاش میکنند که اعمال فشار بکنند امارت اسلامی افغانستان گامه های استوار بگذاره تا جهانیا ما را به رسمیت بشناسه از لجاجت، زدیت باید ما بگذاریم ما باید کارایی بکنیم که جهان به طرف افغانستان جلب توجه بکنن این در حال است که پیش از این مولوی عبدالکبیر موون سیاسی ریاست الوزرا گفته بود که امارت اسلامی برای برسمیت شناسی از سوی جهان بر سر اسلام و حقوق مردم معامله نخواهد کرد شورای امنیت سازمان ملل متحد از برگزاری نشست پیرامون افغانستان خبر می‌دهد در خبرنامه این شورا آمده است که در این نشست در کنار مسائل دیگر درباره گماشتن یک نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان نیز گفتگو خواهد شد این در حال است که پیش از این چندین مقام امارت اسلامی در دیدارهایشان با نمایندگان کشورها و نهادهای خارجی از گماشتن نماینده ویژه برای افغانستان انتقاد کردند فاطمه ادیب نگاهی انداخته شورای امنیت سازمان ملل متحد بر بنیاد قطعنامه 2721 نشست را از بهره تعیین نماینده ویژه برای افغانستان برگزار خواهد کرد بر بنیاد خبرنامه این شورا دبیرکل سازمان ملل متحد برگزاری نشست را از بهره گفتگو درباره توصیه های ارزیابی مستقل در مورد افغانستان می ستاید اما درباره تاریخ دقیق برگزاری این نشست چیزی نگفته است تعیین نماینده ویژه از سوی سازمان ملل در امور افغانستان یک گام آغازین و مثبت است اما موثریت و موفقیت آن مستلزم این اتاف پذیری و دوراندیشی بازیگران عرصه سیاست افغانستان و همچنین حمایت قاطع و منسجم اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل است. اما امارت اسلامی گماشتن نماینده ویژه برای افغانستان را با نظر داشته اوضای کنونی کشور سودمند نمیداند و میگوید که در افغانستان نیاز به نماینده تازه نیست موقف امارت اسلامی معلوم است که غیر ضروری است و نیاز دیده نمیشه نماینده به خاطر او کشور تعیین میشه که در جنگ و باران باشه افغانستان نه جنگ داره نه با باران مواجه است از هم بر از مسائل سیاسی به این باورند که تعیین نماینده ویژه از سازمان ملل متحد می تواند گام مهم در بهبود اوضاع افغانستان باشد ارتباط افغانستان با جهان و حتی ارتباط رژیم فعلی با جهان از رای همین نماینده ویژه صورت گرفته میتونه و یک روز امکان داره به رسمیت شناختن افغانستان این در حال است که پیش از این نیز برخی از مقام های بلندپایه امارت اسلامی گفته بود که در موجودیت یونما نیاز به نماینده ویژه تازه سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز اداره هواشناسی برف باری سنگین بارش باران و سیلاب را در سی ولایت کشور پیش بینی کرده است این ریاست در خبرنامه احتمال این بارندگی ها را از امروز و فردا در ولایت های بدخشان تخار کندوز بلخ پروان بغلان پنشیر کاپیسا کابل لوگر پکتیا نورستان و ولایت های دیگر خبر داده است ریاست هواشناسی مقدار بارش باران را بین 10 تا 35 میلی و مقدار بارش برف را بین 15 تا 45 سانتی در نقاط مختلف این ولایت ها پیش بینی کرده است. امارات اسلامی گزارش سیگر درباره حضور دوباره القاعده در خاک افغانستان را رد میکند سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به گزارش بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان میگوید که به هیچ گروهی اجازه فعالیت‌های های حراس از خاک افغانستان داده نمی شود بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارشی که به کنگرس آمریکا ارائه کرده ادعا کرده که رهبر القاعده در افغانستان است و تهدیدهای القاعده از خاک افغانستان نیز در حال ظهور دوباره است امارات اسلامی در واکنش به گزارش سه ماهی بازرس ویژه آمریکا برای باسوزی افغانستان یا سیگر درباره ظهور دوباره القاعده در خاک افغانستان میگوید که گروه القاعده در افغانستان وجود ندارد سخنگوی امارات اسلامی بار دیگر تاکید کند که به هیچ گروه اجازه نمیدهند تا از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر کار بگیرند هیچ کس از مربوط القاعده در افغانستان وجود ندارد و نه هم افغانستان اجازه به خاک افغانستان استفاده صورت این مورد و شاید که پخش به کسی بازرس ویژی آمریکا برای باسازی افغانستان یا سیگر در گزارشی که به کنگره آمریکا ارائه کرده گفته است که تهدیدهای القاعده در خاک افغانستان در حال ظهور دوباره است در این گزارش 150 صفحه ای این اداره آمده است که رهبر القاعده در افغانستان است در سه بیانیه مطبوعاتی که پخش کرده در پاسخ به جنگ اسرائیل و حماس خواستار حمله به سفارتخانه ها و نهادهای مربوط به آمریکا اروپا و اسرائیل در سراسر جهان شده است امریکه تاسو د القاعده مشر چې د پېښې په کابل کې په نشکه یو د مينځم یووي د امتص کول سي تاسو واچ موږ افغانستان تر نظارت لاندې دی او مزر پوه ش ش لاندې دی آیا که تاسو واکه نم د دشتون په افغانستان کې بولې چيستا و تاسو خو نصبوت نه اسناد نه د مدارک مونه نظام ته ولا نږدې و بنا برتہودی کې مسلون حکومت سره صفیلیا افغانستان د مبارزه علیه تروریزم و استفادہ راشدن خاک افغانستان اری کشورای دیگر متحد بودن او همجنا متحد باقی بون او درم کاری با جامع جهانی بتوانند درای در مبارزه علیه پیدای شون تروریزم اقداماته روی دست بگیرند پیش از این شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارشی گفته بود که القاعده داعش و برخی گروه های دیگر در افغانستان فعالان و در چندین ولایت کشور پناهگاه دارند بر بنیاد این گزارش القاعده یک ذخیرهگاه جنگ افزار در پنچیر و چهار مرکز دیگر را در غزنی لغمان پروان و اروزگان ایجاد کرده است مسئله ای که امارت اسلامی آن را بی بنیاد می میخواند به گفته وزارت داخله پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی 11 صد کارخانه تولید مواد مخدر در کشور نابود شدن موین مبارزه با مواد مخدر در یک گفتگو با تلونیوز نیوز می که در جریان این عملیات بیش از 13 هزار تن را به اتهام تولید فروش و قاچاق مواد مخدر بازداشت و به دادگاه سپرده شدن موین مبارزه با مواد مخدر در گفتگو با تلو نیوز میگوید که با انجام بیش از 20 هزار عملیات در کشور بیش از 1100 کارخانه تولید مواد مخدر در کشور را نابود کردند عبدالحق اخون همکار میافزاید که در این میان بیش از 13 هزار متهم را بازداشت و به با دادگاه های امارت اسلامی سپردند کارخانه که اونجا پروسس میشه تاریخ و هیروین و یا دیگه تابلیتگا و تریمادور یا زیکاپ و که جور میشه شراب بندازه یک یک یازده صد و پنجا کارخانه از بین بردیم با گفته آقای همکار بر بنیاد فرمان رهبر امارات اسلامی کش تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان به گونه کلی به صفر رسیده است او در بخش از سخنانش با انتقاد از جامعه جهانی میگوید که جامعه جهانی در امر پیکار با مواد مخدر در افغانستان همکاری عملی نکرده است کشتی که بود محو شد ما اطمینان میتیم به همه که صد پیصد در با انسان مواد مخدر کشتی مواد مخدر از بین رفت موین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله شمار معتادان در کشور را بیش از 3 میلیون تن می گوید و تاکید میکند که بیش از 100 هزار تن از این معتادان جمع وری و درمان شده اند عبدالحق اخونزاده همکار همچنان در بخشی از سخنانش آمار میدهد که از حاکمیت دوباره امارت اسلامی به این سو بیش از 15 هزار هکتار زمین را از وجود تریاک و چرس پاکسازی کردهاند. به ادامه خبر شش باز هم خوش آمده اید. در یک سال گذشته نزدیک به یک میلیارد و چهارصد میلیون دلار واردات و به ارزش یک ست میلیون دلار صادرات به کشورهای آسیای میانه انجام شده است به گفته وزارت صنعت و, و تجارت تلاش می شود میزان صادرات و واردات و کشور برابر ساخته شود آمنه حکیمی جزیات میدهد وزارت صنعت و تجارت می گوید که در یک سال گذشته ارزش نزدیک به یکونی میلیارد دلار داد و ستت با کشورهای آسیای میانه انجام شده است. سخنگوی این وزارت می که یک میلیون دلار را صادرات تشکیل می دهد که بیشترین اقلام صادراتی را میوه تازه، میوه خشک و هنگ است. ارزش یک میلیارد و میلیون دلار صادرات با واردات صورت گرفته است. که از این میان در حدود 100 میلیون دلار صادرات و یک میلیارد و سه میلیون دلار هم واردات است. اکثر اقلام صادراتی ما میوه های تازه، میوه های خشک، انواع جوز، سنگ تالک، کچالو، پیاز، نباتات تیبی و هنگس. در همین حال شمار از بازرگانان میگویند که صادرات به کشورهای آسیای میانه بسیار اندک است و نیاز است تا در این زمینه توجه بیشتر شود. اگر یک بستای تشویقی و تخفیفی که به کشور از به کشور افغانستان هم داده شود ما میتونیم که به ازبکستان، قزاقستان و روسیه صادرات داشته باشیم. در این سال گذشته که بود یک تعداد بخش سکتورهای میوه ما صادرات کردن. اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید که به با منظور بازاریابی برای محصولات افغانستان قرار است به تاریخ اول ماه مارچ سال روان میلادی نمایشگاه در ترکمنستان برگزار شود که در آن بازرگانان افغان نیز شرکت می کنند. از این نمایشگاهی ای است که محصولات افغانستان برای مردم ترکمنستان و کسایی که از کشورهای مختلف در این نمایشگاه اشتراک میکنند به نمایش بگذارند و در اونجا بر از محصولات بازاریابی شود این در حال است که آمارهای وزارت صنعت و تجارت نشان می دهند که در سال 2023 میلادی تا دو میلیارد دلار صادرات از افغانستان انجام شده است که بیشترین صادرات به کشورهای هند، پاکستان، چین و امارات متحده عربی بوده. رسیدیم در اینجا به پایان خبر شش از امرایتان سپاسگزار به امید دیدار خدا نگهدار شب شما خوش